به نام یاد خدا و با عرض سلام به شما بیننده های عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. آرزوی صحتمندی هر یکتان دارم و تا پایین برنامه امروزی همچنان با ما همراه باشین. بعضن همه ما در زندگی با مشکلات روبرو میشیم، ولی موضوع مهمه که اینکه چگونه با این همه مشکلات که در زندگی ما روبرو میشیم کنار میاییم، با چی راههایی بتونیم که با مشکلات زندگی ما خیلی خوب مقابله یا مبارزه بکنیم، این موضوع خیلی مهم هست. امروز ما روی موضوعی که صحبت میکنیم مشکلات زندگی هستی که با مشکلات زندگی چه باید بکنیم و راهها و روشهایی که امروز ما در برنامه صحبت میکنیم، هر کسی که با هر مشکلی که روبرو است، شما امروز برنامه را تعقیب بکنین تا راههای بهتر را به خاطر مقابله یا مبارزه کردن با مشکلاتان در زندگی حتما یاد خود گرفتین و حتما در زندگیتان هم عملی بکنین. همین امروز موضوع امروزی برنامه ما است، پس با ما همراه باشین. استاد امید عزیزی، استاد دانشگاه، امروز در برنامه با ما هستن و بیشتر روی این موضوع با استاد صحبتار می داشته باشیم. 488 هم به خاطر پیام هایتان در خدمتتان است. 488 تماس بگیرین، بعدن کلید 4 هفته فشار بدین، برنامه ما در خدمتتان است. استاد سلام، با شما خیلی خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون خورشید. امیدوار هستم که اوقات و لحظات خوب و خوشی را سپری کرده باشین همگی و انشالله که روزهای پر از خوبی و خوشی و بدون حادثه انشالله که در پیش رو داشته باشین. خب استاد، اگر درک روی مشکلات زندگی باز بکنیم خیلی زیاد هست، چون هر فرد با یک نحوه با یک مشکل روبرو می باشه. اگر درک روی نوع مشکلات که حالا ما روبرو می باشیم، بیاین از اینجا آغاز می کنیم، چه نوع مشکلات هست و دقیقا بیشتر بالای هر فرد یعنی چه تأثیرات را می تانه داشته باشه؟ ببینید، به طور کلی بیایم از این قسمت شروع بکنیم. انسان ها به منظور از اینکه به حیات خود ادامه بدن و همچنین بتونن به عنوان یک موجود زنده در این هسته، پهنه هستی حضور داشته باشن، نیازمند برآورده کردن یک تعداد زیادی از خواسته ها و نیازهایشان هستن. به طور کلی تمام امورات انسان، تمام حیات انسان بسته به یک تعداد نامحدودی از خواسته ها و نیازهاست و این خواسته ها و نیازها میشه گفت تقریبا مشکلات اصلی انسان ها هستن. برای تامین از اونها که چطور ما خواسته ها و نیازهای خود تامین میکنیم تا در نهایت به یک رفاه و آسایش و آرامشی که مد نظر ما هست برسیم. اگر به فلسفه مراجعه بکنیم، یکی از اولین کسایی که در رابطه با انسان صحبت میکنه، میخوام یک کوتاه اشاره بکنم، یک کسی هست در حدود 500 سال قبل از میلاد در یونان باستان زندگی میکرد به نام هراکلیت. او بحث اصلا وجود انسانه که انسان وجود داره یا نداره رو ایره در موردش صحبت کرده. بعد از او، حالا که او ثابت میکنه که انسان وجود داره و انسان هست و حضور داره، سقراط در مورد از این صحبت میکنه که چرا انسان هست، هدف از وجود انسان چیست و در نهایت بیان میکنه که هدف از زندگی انسانها رفاه و سعادت و آسایش اونهاست. در نهایت انسان به منظور رسیدن به رفاه و سعادت خود نیازمند برآورده کردن یک تعداد نیازها و خواسته هایی است که در زندگی، در امورات روزمره و حتی در رویاها و در فکر و خیالش برش خطور میکنه و در ذهنش هست. بنابراین به توجه به اینکه انسان دچار محدودیت ها و محرومیت های بسیار زیادی است و برای از اینکه اون نیازهای خود را برآورده بکنه، باید یک سری امکانات، ویژگی ها، توانایی ها، خصوصیات و پارامترها رو به دست بیاره. به نوعی میشه گفت که وابسته به یک سری عوامل بیرونی از خارج از وجود خودش هم هست. یک بخشی از عوامل بسته به وجود خودش و شخص خودش و درون خودش است و یک بخش بزرگ دیگری وابسته به عوامل بیرونی است. گرچه البته اینها رابطه بسیار تنگاتنگی داره، یعنی بر فرض مثال شما یک خواسته بیرونی که دارین، اول باید یک انگیزه و نیاز درونی ایجاد شود تا در جهت رسیدن به او شما حرکت بکنین تا در نهایت او رو به دست بیارین. یا یک مسئله رو وقتی که در بیرون از وجود شما، مثلا بر فرض مثال شما یک میوه‌ای رو می‌بینین که تا حالا هرگز ندیدین، یا یک شیء رو می‌بینین که هرگز ندیدین، تا زمانی که یعنی به سمت از او حرکت نکنین، نمیتونین در درون وجود خودتان شناختی نسبت به او به دست بیارین که این میوه چی هست، به چه دردی میخوره، بر فرض مثال، یا چه نوع از نیازهای ما را برآورده کرده میتونه. اینها به هم دیگه همپوشانی و ارتباط خیلی تنگاتنگی داره. اما باز برمیگردیم به خود مبحث اصلی، انسان برای برآورده کردن نیازهای خود که هدف اصلی زندگیش سقراط میگه که رفاه و سعادت و آسایششان هست، سعی میکنه و تلاش میکنه تا بتونه اون نیازها و خواسته ها و چیزایی که لازم است برای یک زندگی سعادتمند اونها رو تامین بکنه. بسیاری از این تأمینات و بسیاری از این مواردی که باید تأمین شود در دسترس انسان نیست و بسته به عامل‌های دیگری است که انسان در مرحله اول ممکن است که در مواجهه با اونها عاجز باشه. اما یک بخشی که اشاره کردیم مربوط به درون خود انسان میشه، میخوام از این قسمت شروع بکنیم. ببینین، اصل و اساس مسئله ای است که برای از اینکه ما در امورات روزمره خود، در زندگی روزمره خود بتونیم با مشکلات خود بهتر مواجه شیم و مشکل را بتونیم حل بکنیم و نتیجه دلخواه خود از او حاصل بکنیم، اولین چیزی که لازم است این است که مسئولیت تمام و کمال زندگی خود بپذیریم. اینها اصلی ترین عامل ها و شاخصه هایی است برای داشتن یک زندگی سعادتمند و یک زندگی که رفاه و آسایش در او تامین شود.
ممکن است که ما به او درجه 100 فیصدی رفاه و آسایش نرسیم و هرگز کسی هم در روی زمین به درجه 100 فیصدی رفاه و آسایش نرسیده، اما به صورت نسبی و به صورت 1% و درصد که ما میتونیم رضایت خاطر خدا، آرامش خاطر خدا و رضایت خدا تامین بکنیم، در این جهت باید حرکت بکنیم. زمانی که شما مسئولیت تمام و کمال زندگیتون میپذیرین، از هر کدام از مراحل، از هر کدام از اقدامات و ویژگی ها و تفکرات و برنامه هایی که در پیش میگیرین، از او لذت میبرین و در او درگیر هستین و از او استفاده میکنین. اما زمانی که دیگرا بر شما تصمیم میگیرن، مسئولیت زندگی شما بر عهده دیگراست، به نوعی یک حس پوچی و یک حس شکست و یک حس ناتوانی و یک حس معلول بودن، یعنی یک حس معیوب بودن به لحاظ فکری، به لحاظ زندگی، به لحاظ برنامه‌ای، به لحاظ اجتماعی بر انسان دست میده. از عاملهایی که امروز شما میبینین بر فرض مثال در جوامع مختلف، حتی خانمهایی که در خانواده مکنت مالی بسیار خوبی هم دارن، یعنی خانواده مرفه و ثروتمندی هم دارن، اما باز هم علاقمند است که خودش برای یک فعالیت اقتصادی در بیرون از خانه داشته باشه، یک فعالیتی انجام بده و یک کاری انجام بده و مفیدیت یا موثریت خود در جامعه نشان بده، برمیگرده به همین حس. یعنی اون شخص احساس میکنه که خب من هیچ اختیاری در تو زندگی خود ندارم، غذای مرا کسی دیگه میده، تامینات مرا کسی دیگه میکنه، لباسی که من برای دخترم کسی دیگه باید تصمیم بگیره، تمام امورات مرا کسی دیگه تصمیم میگیره. من خودم انسان هستم، خداوند این هدیه ارزشمندش که از جمله حیات هست و این جسم است که به من داده، بنابراین من مسئولیتش دارم. در قیامت هم قرار است که من پاسخگوی از این جسم و از این زندگی و از این حیات باشم. یک تعداد افراد چون روی تصامیم گفتین، افرادی که حالا اگر همه چیز به دست خودشان است که میتونن تصمیم هم در زندگی بگیرن به خاطر اهدافشان یا هر موضوعی که باشه، ولی اینا خودشان تصمیم گرفتن نمیتونن، یعنی تحرک در زندگی نمیداشته باشن و مو هم است که مثلا عامیانه بگن در زندگی پیش نمیرن و گله هم دارن که من چرا موفق نیستم. حالا اینا چگونه خودشان باید تصمیم بگیرن؟ مو که ما خیلی خود ما راحت تصمیم میگیریم. چرا حرف اصلی است. ببینین که ما یعنی بحث تصمیم گیری رو حالا نمیخوایم روش صحبت بکنیم، ولی میخوام یک اشاره بکنم. شما یادآوری کردین، من در ابتدا گفتم مسئولیت تمام زندگیتون رو خودتون بپذیرید. این خودش میشه تصمیم. من با خود تصمیم میگیرم که از این لحظه و بعد مثلا یک سری امورات سطح پایین زندگی خودم دیگه خودم اداره میکنم. امورات سطح کلان زندگی رو به یک بار نمیتونم خودم در اختیار بگیرم، به دلیل از اینکه هنوز تجربه و آزمودگیش ندارم. امورات سطح پایین زندگی خودم در اختیار میگیرم، اجازه نمیتونم دیگرا برام تصمیم بگیرن. بر فرض مثال مثلا 3 نوع پیرن دارم، پیرن های خود قرار است که بپوشم، دیگه نمیگم که فلانی برام بگه کی کدام پیرن بپوش، خودم میخوام تصمیم بگیرم کدام پیرن بپوشم. از بسیار کارهای سطح پایین تر. به مرور زمان وقتی که شما توانایی، استعداد و شایستگی تان در کنترل و در مدیریت امورات سطح پایین تر نشان میدین، ناخودآگاه دلاوری و شجاعت زیر پیدا میکنین که امورات 100 بالا را قبول بکنین، تصمیم گیری براتون راحت تر میشه، چون شما مرحله به مرحله میرین. بر فرض مثال شما ببینین یک جوی در نظر بگیرین، یک شخص مثلا از یک جوی خورد میپره، مثلا به اندازه فکر کنین مثلا 50 سانت عرض از این جوی است. وقتی که میپره میگن خب حالا عرض از این کمی بیشتر 60 سانت میپری، بعد میگه که بله میپرم، بعد 70 سانت 80 سانت، بعد میبینین که به 1 متر 1.5 متر حتی به 2 متر میرسه این میپره. اما در مرحله اول که هنوز مراحل کوچکتر را نپریده، برش میگن که یک جوی 2 متری را از سر جوی خیز بزن، میگه امکان داره که من در جوی بفتم. به دلیل از اینکه در اون مرحله اول که مرحله به مرحله این مسافت زیاد شد، این توانایی خود هم فهمید. یعنی زمانی که 1.90 متر پرید، فهمید که من میزان پرش من خیلی بیشتر از 1.90 متر است. یعنی یک مقیاس به دستش آمد، یک اندازه به دستش آمد، بر اساس از این اندازه میتونه قضاوت کنه. ممکن هم هست که به یک اندازه‌ای برسه که دیگه پریدن نتونه، میگه من پریدن نمیتونم. ممکن یک کسی خیلی تخیلی است، مثلا به اندازه 1.70 متر پریدن میتونه، بعد 1.5 متر یک فاصله رو برش میگه که خب بپر، میگه خب ان شاءالله که پریدن میتونم. در تلویزیون دیده بودم یک نفر 4 متر خیز زد، بیا من خب 1.5 متر پریدن میتونم، یک وقت میپره داخل جوی میافته. مسئله ای است که از امکانات، از ویژگی ها، از شرایط و همچنین از مسئولیت های سطح پایین تر زندگی خود شروع بکنیم، آرام آرام مسئولیت های سطح بالاتر را به عهده بگیریم. زمان ترس هم نمیداشته باشیم. حتی ببین در خانواده ها این وظیفه والدین هم هست، یعنی کم کم بعضی از اختیارات را، بعضی از مسائل را به فرزندان خود بگذارن. حتی تصمیمات بزرگی که در خانواده ها والدین میگیرن، در رابطه با او گرچه میفهمن که نیم راه حل اصلی و اساسی به ذهن خود پدر یا مادر رسیده، تصمیم نهایی را گرفتن، اما بیارین فرزندان و کودکایتون گرچه در سن 5 و 7 و 10 و 15 و 20 و 22 و 27 و 28 باشن، به اونها هم یک بار شریک بکنین. شاید یک نظر استثنایی بتن که شما هم تعجب بکنین. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زمانی که جنگ احزاب یا جنگ خندق پیش آمد، گرچه او از طریق وحی همه چیز دریافت میکرد، اما یک پرسان کرد از صحابه و سلمان فارسی پیشنهاد حفر خندق داد و او خندق کنده شد و یک راه حل بسیار مثبت و مفیدی بود. گاهی وقتا افرادی که ممکن به لحاظ توانایی، به لحاظ سواد، به لحاظ امکانات، به لحاظ
ویژگی های مختلف از ما بسیار پایین تر باشه، گاهی ممکن است که اگر راه حل بسیار جدی به ما بدن، اگر هم راه حل بسیار استثنایی به ما ندادن، حداقل در نحوه پرورشی از اونها برای قبول کردن مسئولیت های زندگیشان ما نقش بسیار مفید رو بازی میکنیم. یک مسئله بیشتر روی راه های حل صحبت میکنیم. بیاین یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، در ادامه با ما همراه باشیم و ادامه صحبت های ما با استاد میباشم. ادامه برنامه هست، بازم با شما هست. موضوع امروزی برنامه ما که چگونه به مشکلاتی که در زندگی روبرو میشیم راه حل پیدا بکنیم و بتونیم از راه های بسیار خوب با مشکلات زندگی ما مقابله بکنیم. استاد همچنان با ما هستن. قبل از وقفه استاد در رابطه با یک راهی که همه مسئولیت های زندگی ما را بپذیریم به خاطر اینکه بتونیم بهتر با مشکلات زندگی ما مقابله بکنیم. خب حالا میخوایم راه های بعدی را که استاد چه راه هایی را پیشنهاد میکنه وقتی مقابله کردن با مشکلات زندگی، این که زود در مقابل مشکلات در زندگی تسلیم نشیم و نمی که بازم راه حل به خاطرش جستجو بکنیم. فقط یک دو نکته را در رابطه قسمت اول عرض میکنم. بفهم. ببینید وقتی در طبیعت ما به حیوانات، به اجزا، به اشیا، به درختها، به گیاها سعی میکنیم دقیقاً به ما درس میدن، به شرط از اینکه ما بگیریم این درس ها را. و ما از یک مثال از قرآن میزنم، خداوند هر جایی که نشانه های مختلف در طبیعت میگه، بعد میگه و تلک الامثال و نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ان فی ذلک لآیات لقوم يتفكرون، در اینها نشانه هایی است، آیاتی است برای کسایی که تفکر میکنن. یک پرنده رو ببینید میره خانه خود در یک نقطه بسیار بالا جور میکنه به خاطر که کسی دسترسی نداشته باشه که تخم ها و چوچه های از او مورد آسیب قرار نده. زمانی که چوچه از او از تخم خارج میشه، والدینش میه یک مقداری به او غذا میرسانن تا اینکه او رشد بکنه. در یک مرحله ای که این می چوچه از این هرگز پرواز نکرده و ترس سقوط و هر کدام از این ترس ها وجود داره، تا زمانی که این می چوچه پرنده از این خانه جرأت خود بیرون انداختن پیدا نکنه، هرگز پرواز یاد نمیگیره. این می جرأت بیرون انداختن به این معناست که دیگه من نمیخوام والدینم بران برام غذا جمع کنن بیارن من بخورم، چون ممکن است این می حالت تنبلی من آرام آرام به سمتی بره که من دیگه هرگز نتونم امورات زندگی خودم رابطه بگیرم و والدینم فردا دچار یک مشکل شون و بعد در داخل این می لانه باقی و اونم بمیرم. پس این می چوچه گنجش که چوچه پرنده سعی میکنه که مسئولیت این زندگی رو خودش بر عهده بگیره، از این لانه خودش بیرون بندازه. بسیاری از برنامه ها رو در تلویزیون در مورد مثلا راز بقا و حیات وحش و اینا که هست دیدین، وقتی که میپره بیرون تا نصف مسیری که میاد در حال سقوط آزاد است، هیچ کار کردن نمیتونه. در نیم راه که میرسه فکر میکنه مرگ دیگه نزدیک میبینه، میگه دیگه خلاص است، دیگه مرگ رسید، دیگه من اینا رو به زمین میخورم و تیکه تیکه میشم. در همین لحظه هست که اینمی سختی و اینی مشکل به او فشار میاره تا بالهای خودش باز بکنه، بالهای ناتوانی که هرگز تا حالا پرواز نکرده، او بالها باز میشه و او با ضربه بسیار کمتری بر روی زمین میاد. نه قلبش میترقه، نه دلش میترقه، نه استخوانش میشکنه، اما در روی زمین میاد. در روی زمین دیگه ترس پرواز پرید، ترس پرواز پرید، هر تهدیدی که در اطراف خود میبینه سعی میکنه بالها رو باز بکنه. بعد از چند دقیقه احساس میکنیم که او پرنده دیگه پرواز میکنه و میتونه که خودش امورات زندگی خود رو پیش ببره. این بسیار یک نمونه واضح است در این که ما دقیقاً گاهی وقتا خطر رو به جان بخریم. یعنی ما وقتی که مثلا امورات زندگی رو در پیش میگیریم، وقتی میخوایم اقدام بکنیم، وقتی میخوایم به عنوان یک انسان در جامعه زندگی بکنیم، امورات زندگی خود رو به دست بگیریم و نترسیم از اینکه فردا ممکن است مشکلات سر راه ما شه، ما با مشکلات بسیار جدی مواجه شیم. چرا؟ سختی ها و مشکلات دوست ما و شما هستند. سختی ها و مشکلات آمدن که ما را به انسان قوی تری تبدیل بکنن. بر فرض مثال شما میرین در داخل یک جیم ورزش میکنین، وزنه های مختلف بلند میکنین، به دلیل چی است؟ این وزنه های مختلف هر کدومش زحمت است، یعنی کار است. اگر یک از دیگه براتون میگه که اینی بار از اون تا اونجا برام بار میگه باید پیسه شه بدیم، مفتی کار انجام نمیدم. اما شما میرین در داخل جیم این وزنه ها رو میگیرین، ورزش میکنین، تا در نهایت توان بلند کردن وزنه های بسیار بیشتر از اینا رو داشته باشین و قدرتمندتر شوین. یعنی اون زحمت در داخل جیم شما به جان میخرین تا آدم سالمتر، قویتر، قدرتمندتر، خوش هیکلتر و زیباتر به نظر برسید. بنابراین سختی ها و مشکلات زندگی ما و شما در حقیقت امو حالتی هستن، امو آتشی هستن که یک آهنی که به صورت سنگ هست از دل کوه آورده شده و هنوز به هیچ دردی نمیخوره، میخواد او آهن ذوب بکنه و به او شکل و فرم بده، بیا او رو به صورت یک شیء، به صورت یک شمشیری، به صورت یک وسیله، به صورت یک ابزاری در بیاره. و در نهایت او افراد موفق هم به یک بارگی موفق نشده، سختی های خیلی زیاد را دیدن تا بالاخره موفق شدن. دقیقاً همین طور هست. ببینیم که معمولا با استعدادترین ها موفق ترین های دنیا نیستند، معمولا زحمت کشترین ها موفق ترین های دنیا هستند. شما یک حکایت در کتاب های شاید دوره ابتدایی شنیدین که یک خرگوش یا یک روبا امرای یک سنگ پشت مسابقه دویدن میتن. روبا به دلیل از اینکه سرعتش خیلی بالاست، یعنی بعد بینانه نسبت به سنگ پشت برخورد میکنه، میگه تا اونو کوره با هم دیگه بریم، اونجا به حساب یک خط هست، از اون خط بگذریم. میگه صحیح از این حرکت میکنه، میره در کنار خط، میگه باش کال سنگ پشت بیه، خوابش میبره و سنگ پشت با همون مسیر آهسته و پیوسته خود میاد از خط میگذره و طرف به مسیر هدف موفقیت خود میرسه. ادامه صحبت های شما رو میشنویم. تماس داریم، فرزانه جان خط تلفن هستن. سلام، خیلی خوش اومدین.
بله، سلام علیکم. سلام، خوش آمدین فرزانه جان. بفرماین، اگر موضوع را گرفتین، نظر دارین، سوال ما مشنوید. از استاد یک سوال داشتم درباره زندگی. بفرماین. سوال همگی با شما در مورد زندگی است. اگر امی خانم از امی شوهر خود طلاق بگیرنی، یعنی همه قدر مصارفی که شوهر به خانم خود کرده همه سرش، یعنی میشه که پولش به خانمش؟ بسیار خوب خواهر گرامی، من جواب خدمتتان عرض میکنم. تشکر از تماس شما. امروز موضوع ما چیز دیگه است. اگر میخواین تماس بگیرین روی موضوع برنامه سوال کنین، خب بازم اگر استاد چیز اشاره میخواین داشته باشم بفرمایید. من فقط یک، چون موضوع فرق میکنه، میگم از موضوع به حساب خارج نشیم، در همین موضوع که انتخاب کردیم صحبت بکنیم. اما این مسائل برمیگرده به بعضی از قواعد حقوقی و قواعد شرعی که ما شما داریم. در شرع مقدس اسلام بحث نفقه و در مقابلش بحث تمکین وجود داره. زمانی که اینها مطرح میشه، چون یک بحث تقریبا طولانی است، یک ساعت دو ساعت بحث نیاز داره. ببینید، وقتی که طلاق میگیرن، دلایل طلاق بررسی میشه که دلیل چی است. آیا دلیل طلاق، یعنی مرد داره طلاق میده بنابر مشکلی که یکی از عوامل فسخ نکاح میتونه باشه، یا اینکه نه، دلیل مثلا چیز دیگری است، عامل دیگری است، یا خانم میخواد طلاق میخواد. در هر کدام از اینها بحث هزینه ها، بحث خرج هایی که شده، شرایطش فرق میکنه. این چرا در یک برنامه دیگه در این مورد صحبت میکنیم، ولی قاعده شرعی و قاعده قانونی وجود داره. یعنی هم به شرع شما باید مراجعه بکنید، هم به قانون مراجعه بکنید. اینا قاعده های بسیار خاص و ویژه خود داره. حالا من میخوام برگردیم پس دوباره بحث خود ما. در رابطه با مشکلات زندگی، اولی مسئله گفتیم که قبول کردن تمام مسئولیت زندگی ماست. دوم مسئله ای است که ما مشکل ها دقیقا بشناسیم. بعضی از افراد هستن، بر فرض مثال، در بسیاری از فیلم ها دیدین، میخوام مثالی رقم کاری بزنم، یک کسی در داخل پست است، یک صدایی ده بیرون میشنوه، بعد سریعا میای بیرون بدون اینکه بفهمه چی است، این طرف سعی میکنه بعد دشمن رو هدف قرار میده و میکشه. شخص به جای از اینکه همین لحظه‌ای که صدا را شنید، یک کم همراه خود مکس بکنه این صدا چی بود، یک حدس و گمان و جمع‌آوری اطلاعات به دست بیاره، تو مشکلی نیست، است در نهایت متناسب با مشکل اقدام بکنه. بسیاری از مردم ما چون مشکل نمیشناسن، در دیدگاه و ناخودآگاه اولیه‌شان مفهوم یک چیز دیگه میای اقدام میکنن، بعدن پشیمون میشن. حتی مثلا دیدن در قرآن یک جایی هست، خداوند میگه که اگر یک فاسق قیامت خبری را برای شما آورد، در موردش تحقیق کنین، نشه که شما ناخودآگاه یک کسی دیگری را ملامت بکنین و بعداً بفهمین که حقیقت چیز دیگری است و پشیمان شوید. در واقع مشکلات هم هست. شما جای درد باید پیدا بکنین دقیقاً. و هر مشکلی که داریم، یعنی یک جایی از زندگی ما درد میکنه. جای درد وقتی که پیدا کردین، میتونین راه حل مناسب با او را تجویز بکنین. یک حکایتی هست که بارها در برنامه‌های تلویزیونی، حتی در همین برنامه شما ما گفتیم یک ملتی نابود شد، آمدن مثلا فکر کنین که مردم دو دسته شدن، یک تعداد مردمای ساده لو، یک تعداد آدم‌های عمیق و عاقل بودن. آدم‌های ساده‌لوح گفتن خب این ملت نابود شد، ملت ضعیفی بودن. آدم‌های عمیق یا آدم‌های خردمند گفتن ملت چرا نابود شد؟ آمدن گفتن بررسی کردید ارتششان شکست خورد. بعد آدم‌های ساده‌لوح گفتن که ارتش بسیار ارتش ضعیفی بود، پیسه سرش ناق مصرف شده بود. آدم‌های خردمند بررسی کردن ارتش چرا شکست خورد، دیدن که فرمانده ارتش کشته شد و انسجام ارتش از دست رفت. آدم‌های ساده‌لوح گفتن خب پس ارتش هم مشکل نداشت، فرمانده ارتش آدم نالایق بوده. آدم‌های خردمند بررسی کردن فرمانده ارتش چرا کشته شد، گفتن که او اسبش به زمین خورد و فرمانده سرنگون شد در قطعه حادثه و او کشته شد. آدم های ساده‌لوح گفتن که خب پس این اسب نادرستی بوده، اسب نجیبی نبوده و به درد نخور بوده. آدم های خردمند بررسی کردن اسب چرا به زمین خورد، دیدن که نعل پای اسب برآمد. آدم های ساده‌لوح میگن که خب نعل خوبش نبوده، اما آدم های خردمند بررسی میکنن نعل پای اسب چرا برآمد، میگه که خب میخیره که آهنگر کوبیده بود، او میخ خوب نکوبیده بود. در نهایت عامل اصلی نابودی از ملت کجا بود؟ اینجا میخی بود که آهنگر باید درست میکوبید. یک ضرب المثل، یک حکایت ژاپنی است، یک نمونه است، یک مثال است. آتش سوزی بزرگی که در داخل یک جنگل است، اگر توان خاموش کردن آتش سوزی بزرگ یک جنگل نداریم، باید متوجه گوگردها و یا شعله های خردی که در جنگل برافروخته میشه، متوجه از اونها باشیم. وقتی که اینها رو میشناسیم، بازم یک تماس بگیریم. منتظر ماندن بیننده ما. سلام، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. بله بله، مشنوین صدای ما را؟ خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خوش باشین، تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما. ما در رابطه با مشکلات زندگی از استاد محترم یک سوال داشتیم که نظر به شرایط افغانستان که داریم، ما خودم شکر 12 سال ایال هستم، گلکار هستم، یک روز کار میکنم 6 روز 7 روز بیکار هستم. چه قسم میتونم از زندگی خود پیش ببرم؟ خب تشکر از تماس شما. بشنوین از طریق تلویزیون، حتما استاد راههایی را بر شما پیشنهاد میکنم. پس گفتیم که مرحله دوم مشکلات دقیقاً بشناسیم مشکل چی است. مثلا این برادر ما میگه مشکل ما بیکاری است، مشکل ما الحمدلله تعداد آیلشان به حساب زیاد است، یعنی میگه که تأمینات مالی یا تأمینات مختلف خانواده است. مشکلی که شناختین، بعد از او بیاین یک برنامه‌ریزی انجام بدین.
اینی امکاناتی است که من در اختیار دارم. بر فرض مثال اولادایی دارم که میتونن در کنار تحصیل خود فعالیت داشته باشن، خودم اینی توانایی ها، استعدادها و شایستگی ها را دارم، اینی مشکلاتم هست، برای خرج روزمره خود اینقدر پیسه نیاز دارم، اینقدر فعلا درآمدم است. برنامه‌ریزی که انجام میدین دقیقاً مشخص میکنین کدام پیسه کجا مصرف شود. مثال براتون میگم، زمانی که شما از خانه میبرین یک لیست براتون میتن، میگن اینی لیست، اینی هم پیسه است، قیمتا رو خبر دارین. پس که به خانه میایین، همون مقدار پیسه رو که با خود بردین تمام لیست خریداری کردین. اما زمانی که بدون برنامه از خانه خارج میشین، میرین به بازار، گاهی وقتا یک چیزهایی که اصلا لزومات اولیه زندگیتان نیستن، فقط شما رو به خود جذب میکنن، باعث میشه که شما کل پیسه‌تان رو در یک اموری خرج بکنین که امورات اصلی زندگی از دستتان میمونه. یک مثال از یک نمونه است. بنابراین در مرحله سوم وقتی که برنامه‌ریزی برای زندگی انجام دادین، دقیقاً میفهمین که در کدام مرحله چی رو باید به کجا برسانین. مسئله بعدی چی است؟ اعتماد و اطمینان. برنامه‌ریزی گفتیم دهی یک تعداد امکاناتی که در اختیارتان است و ای که چگونه میتونین این امکانات تامین بکنین، اینا بود. حالا امکاناتی که در اختیارتان است، این امکانات تقویت بکنین. چه رقم؟ یکی از اصلی ترین و مهمترین و ویژه ترین و خاص ترین امکاناتی که در اختیارتان است، باور و احساس و فکر درونی خود شماست. اینو کاملا متوجه باشین. یک مثال عرض میکنم. در صنف، در مکتب، برادر ما سوال کردن. بارها برای ما شما پیش آمده در دوره مکتب. نشستیم یک روز درس نخوندیم، استاد میگه ما درس پرسان میکنم. ما دل خود میگم خدا کنه که از ما پرسان نکنه، امروز نخوندیم، مستقیما از ما پرسان میکنه. و زمانی که یک روز خوب درس خواندیم، استاد میگه خود درس پرسان میکنیم، هر چی کله خود بالا میگیریم که استاد از ما پرسان کنه، میبینیم هیچ استاد سونه ما سیلام نمیکنه. دلیل چی است؟ یک قاعده، یک قانون وجود داره در طبیعت، در جهان ثابت شده است، قانون است. یعنی که در اکثریت قریب مواقع درست است. به نام قانون جذب برش میگن. به هر چی که فکر میکنین سر رایتون میاد. ضرب المثل هم داره، میگن مار از پودینه بعدش میاد، دان خانش سبز میشه. درست شد؟ به هر چی که فکر میکنین، به هر چی که باور داشته باشین سر رایتون میاد. بر فرض مثال براتون میگم، زمانی که شما این صفحه تلویزیون میبینین، هر کس هر آن چیزی را که در ذهن خود در موردش فکر میکنه را میبینه. یک کسی ممکن است عزیزی رو میبینه، یک انتقادی داره، بعدش میاد یک انسان خیلی بد میبینه. یک کسی دیگه عزیزی رو میبینه، صحبتاش خوشش میاد، یک انسان بسیار خوبه میبینه. یک کسی به طرف این تلویزیون سعی میکنه، به طرف آرم تلویزیون خورشید سعی میکنه، یک نمادی است، یک معنی براش میتونه بسیار زیاد خوشش میاد. یک کسی دیگه ممکن است که ذهنیت دیگه ای داشته باشه. هر کدام از ما و شما در جامعه چیزی رو میبینیم، چیزی رو دریافت میکنیم که به او فکر میکنیم، به او علاقه داریم، یا او ذهن ما درگیر از اوست. اگر ذهنتان هر لحظه درگیر از این است که من بدبخت هستم، من مشکل دارم، من دچار سختی هاستم، مشقت هاستم، اونا بیشتر سر رایتون میه. من یک مثال براتون میگم، این یک آزمایش بکنید. یک شب وقتی که خواب میکنین، در وقت خوابتان همراه خود تکرار کنین، من چقدر بدبخت هستم، من چقدر مشکلات دارم، تو این مشکل هستی که، اون مشکل هستی که، این بچه هستی که، دختر هستی که، همسر هستی که، مثلا همسایه هستی که، دوست هستی که، کشور هستی که، رئیس جمهور هستی که، وزیر هستی که، اینا رو هم میگیره. در مورد همه چیز اینها انتقاد بکنین. صبح ببینین همون ساعت 5 بجه که بر فرض مثال همیشه میخزین، یا 6 بجه، یا 7 بجه، یا 8 بجه، هر ساعتی که از خواب میخزین، میبینی از جای خسته نمیتونی، یک احساس کسالت و خستگی. اینو یک بار میتونین آزمایش بکنین. این میشه یک مثال و معیاری برای که صحبتای ما آیا درست از به دردتان میخوره یا نه. شب دیگه حتی اگر مشکل هم دارین، پیش خود فکر کنین من چقدر انسان خوشبخت هستم، خداوند به من حیات داده، در بین میلیاردها موجودی که خدا میتونست برش حیات بده به من حیات داده، در بین میلیاردها موجودی که میشد که من یک حیوان دیگه ای متولد شم، من انسان متولد شدم. خداوند به من امکان داد که اینقدر تحصیل کنم. خداوند به من این لطف کرد که من در آفریقا به دنیا نیام، در او حالت من در افغانستان به دنیا میام. بازم جای شکرش هست. به این خوبی ها فکر کنین، یک دو تا فکایی هم به خود قصه بکنین و خودتان به فکاییتان قصه بکنین. بعد صبح ببینین پیش از اون تایمی که مثلا 5 بجه که موبایلتان کوک کردین که بیدار شدین، اگر بیدار نشدین بیاین مرز این تلویزیون بیرو کنین. این چیزی است که آزمایش شده، روانشناسی به نتیجه رسیده. یعنی هر چیزی که شما فکر میکنین وجود شما باور میکنه. حتی در مورد لبخند ها ببین، بر فرض مثال میگن زمانی که اومدن یک آزمایش روانشناسی انجام دادن، دستگاه ها رو بر روی صورت انسان و بر روی اجزای مختلف بدن انسان نصب کردن، یک شخصی رو اومدن گفتن که خب گریه کن، یک آهنگ غمگین براش گذاشتن، او حالت غمگینی گرفت، به لحاظ درونی خود غمگین شده بود، اما هر چی که میکرد گریه کردن نمیتونست. یعنی غمگین بودن بسیار سخت‌تر است. اما زمانی که براش گفتن خنده کن، همونطور که یک حالت و صورت خود تغییر داد، دیدن فرکانس های درونی وجودش که به نوعی دریافت کردن، دیدن خنده از این میزان خوشحالی در وجودش بسیار زیاد نشد، اما تا یک اندازه شاد شد و خوشحال شد. بله. هر چیزی که ما دریافت میکنیم او در زندگی ما او خود نشان میده. بر فرض مثلا شما سریال سعی میکنین، میفهمین که یک قصه است،
اونو بازیگر هم زنده است، او بازیگر هم زنده است، امروز پیسه خودم از بازی در این سریال گرفتن، اما او مثلا بازیگر دیگر کشت، بعد شما احساساتی میشین، اشک میریزین که مثلا او خائن بود، این رو کشت، دیگه چقدر مظلوم و چقدر خوب آدم بود. یعنی دقیقاً میفهمین که اینا همگیش یک قصه است، یک داستان است، در فرض مثال یک دروغ است، اما شما اسیر می دروغ میشین، باور میکنین. چرا بدنتون هم بکنین؟ چون او رو باور میکنین، توانایی ها، استعدادها و شایستگی های خود، زمانی که باور میکنین و شما انگیزه میته و روحیه میته برای اینکه در مسیر مثبت حرکت بکنین. به می خاطر است که خداوند به شما اجازه نمیده که ناامید باشین، میگه همیشه امیدوار باشین، برای اینکه خداوند مهربان است، خداوند به شما میرسونه. یعنی میخوای شما رو در مسیر فکر کردن مثبت ها حرکت بده تا خودش اونها رو در اختیارتون قرار بده. و یک آیه رو میگم صحبتم خلاص، سوره مبارکه طلاق، و من یتق الله، هر کسی که به خدا تکیه بکنه، یجعل له مخرجا، برش یک راه خروجی قرار بده در جایی که هیچ راه خروجی وجود نداره، یرزقه من حیث لا یحتسب، برش میرسونه، چه روزی باشه، چه امکانات باشه، چه چوکی باشه، چه مقام باشه، چه حل مشکلات باشه، از اون جایی که هیچ گمانش هم نمیکنه. بله واقعا خیلی صحبت های خوب بود، ان شاء الله همه ما صحبت های که امروز استاد داشتن استفاده میکنیم، اگر میخوایم در زندگی ما موفق باشیم. استاد بازم تشکر از شما، سلامت باشین. سپاس از همه شما بیننده های عزیز، از اینکه بازم با ما همراه بودین. این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.